با درود فراوان بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان همینک و در 20 دقیقه پیش روی با گذاری بر تازه ترین اخبار ایران و جهان و همزمان جسداری بر اهم مطالب منتشر در روزنامه های امروز ایران در ایران فردا مهمان خانه های شما خواهیم بود نخست مروری بر سرفصل اهم مطالب منتخب و برگزیده برنامه خبری تحلیلی شامگاهی صفحه یک در گذشت نویسنده نامی ایران محمد علی سپاندو، از اعضای کانون نویسندگان ایران همینطور ادامه نشست پرهاشیه کمپ دیوید با حضور مسئولین نچندان عالی رتبه کشورهای هاشیه خلیج فارس تازه ترین تصویب قطنامه سنای آمریکا برای آزادی سه شهروند ایرانی آمریکایی در زندان ایران و همینطور در حوزه هستهی تازه ترین اظهار موزه عباس عراقچی مبنی بر تحیه 20 صفحه از تا نهایی ایران و گروه پنجه به علاوه یک سرفصل همه مطالب و موضوعاتی است که در طول 24 ساعت گذشته در بیشتر منابع خبری باستاب با گسترده تر و بیشتری داشته است. همینک پی میگیریم برنامه امشب را با اخبار برگزیده. صفحه نخست صفحه یک امشب را می ایم با خبر تلخ درگذشت محمد علی سپانلو شاعر و نویسنده به تعبیر خیش تبعیدی در وطن خبر ساده بود کوتاه و تا حدودی بهتاور محمد علی سپانلو شاعر نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی در سن 75 سالگی درگذشت آقای سپانلو از روز سهشنبه 15 اردیبهشت ماه در پی ناراحتی ریوی و تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده بود ایشان در سال 1319 در تهران متولد شد و در سال 42 با انتشار مجموعه شعر آه بیابان خود را به نام شاعری مطرح به جامعه ادبی ایران آن هنگام شناساند. محمد علی سپانلو از شعرهای شاخص کانون نویسندگان ایران بود او در طی نیم قرن فعالیت ادبی بیش از 60 جلد کتاب را تعلیف یا ترجمه کرده بود آقای سپانلو در سال 2003 نشان شوالیه ی نخل آکادمیک را از وزارت فرهنگ فرانسه نیز دریافت کرد این شاعر نویسنده و مترجم ایرانی علا رغم حضور حوزن آلود خیش در میهن پس از استقرار نظام فقها، ها اما همواره در رنجی هجیم و عظیم برای انتشار نوشتارش با دستگاه سانسور جمهوری اسلامی ایران مصوم به وزارت فرهنگ و ارشاد دست و پنج نرمی کرد. تلویزیون ایران فردا همراه با همکاران مدیریت تلویزیون و شخص این جانب در گذشت این ستاره معاصر عرصه نویسندگی میهن را به محضر شما بینندگان عزیز و جامعه ادبیاتی ایران تسلیت میگوییم ادامه مروری بر اخبار کوتاه از جمله با تازه ترین رویدادها در عرصه هسته ای سید عباس عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ای ایران گفته است که 20 صفحه از توافق نهایی درباره برنامه اتمی ایران تهیه شده که این صفحات مربوط به فعالیت های ای لغو تحریم های ایران و جدول زمانی آن است به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران این مطلب را حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از آقای سید عباس اراخچی خبر داده و گفت که آقای اراخچی در جلسه ی روز یکشنبه 20 اردیبهشت به شرح جزئیات این موضوع می پرداخت. بر اساس این گزارش عباس اراخچی در این جلسه گفته است که هنوز مذاکرات سختی داریم و در زمائم هنوز مسائل اختلافی داریم. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران عباس اراخچی در جلسه ی این کمیسیون همچنین اشاره می کرد که هیچ کس نمی تواند از اماکن نظامی ما بازدید کند. نمونه برداری هم معنا دارد و کاملا تعریف شده است. این مقام ارشد عرصه مذاکره ای جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه و مضمون تاکید می‌کرد که در قالب پروتکل الحاقی دسترسی مدیریت شده نمونه برداری محیطی است و چیز دیگری نیست بنابراین طرح این موضوع که بازرسی دسترسی به اماکن نظامی را ممکن می‌سازد درست نیست آقای اراخچی شامگاه سهشنبه 15 اردی بهشت در یک برنامه تلویزیونی ضمن رد نکردن احتمال بازرسی از مراکز نظامی ایران گفته بود که بازرسی های احتمالی بر اساس پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هستهی مدیریت شده است. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز روز دوشنبه هفتم اردیبهشت در این باره می گفت که بازرسان بر اساس پروتکل الحاقی می توانند از مناطق اطراف مراکز غیر هسته‌ای نمونه برداری کنند گفته های این مقامات در دولت جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می شود که پیش از آن مقامات نظامی ایران از بازرسی مراکز نظامی به عنوان خط قرمز نام برده و تأکید کرده بودند که اجازه بازرسی از این مراکز را هیچگاه و به هیچ روی نخواهند داد در ادامه مروری بر رویدادهای کوتاه امشب میخوانیم و میبینیم آخرین تحولات در نشست پرهاشیه سران کشورهای حوزه خلیج فارس در کمپ دیوید با حضور مقامات آمریکایی که سویه های تفسیری و تحلیلی زیادی نیز در عرصه رسانه ها برانگیخته بود یک روز پس از آن که ملک سلمان پادشاه عربستان اعلام کرد در اجلاس آمریکا و متحدان عرب آن در کمپ دیوید شرکت نمی کند سخنگوی کاخ سفید می گوید که عربستان سعودی هیچ گونه نگرانی در مورد دستور کار اجلاس ابراز نکرده است. همزمان اعلام شده که پادشاه بحرین هم در این اجلاس شرکت نخواهد کرد. اقدام پادشاهان عربستان و بحرین راهی برای بیان نارضایتی از سیاست آقای اوباما در مذاکرات با ایران نیز تلقی شده است. گفته می شود رهبران عمان و امارات هم به دلیل بیماری در آن حضور نخواهند داشت در این میان جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت میدانم گمان زنی های وجود داشته دایره بر اینکه تغییر در برنامه سفر این رهبران تلاشی برای ارسال یک پیام برای ایالات متحده است اگر چنین است چون این پیامی دریافت نشده چون همه بازخوردی که ما از سعودی ها گرفته ایم مثبت بوده است کاخ سفید همچنین دوشنبه عصر به وقت واشنگتن در بیانیه ای از تماس تلفنی ملک سلمان و باراک اوباما خبر داد و گفت که پادشاه عربستان از اینکه نمیتواند به واشنگتن سفر کند ابراز تاسف کرده است عادل جبیر وزیر خارجه کشور پادشاهی عربستان سعودی هم در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این حرکت ربطی به اختلافات دو کشور ندارد. گفتگوها در کمپ دیوید استراحتگاه ریاست جمهوری در ایالت مریلند برای اطمینان دادن به متحدان عرب آمریکا در مورد مسئله مذاکرات با ایران و بی‌ثباتی در چند کشور عربی طراحی شده است. بحرین که رهبریان پیوندهای عمیقی با عربستان سعودی دارد دوشنبه می گفت که سلمان بن حمد الخلیفه ولی اهد این کشور را به نشست کمپ دیوید می فرستد. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک و بررسی مطبوعات ایران میباشید از تلویزیون ایران فردا از کم دیوید به هاوانا حوالی کوبا می رویم و می خوانیم از تازه ترین تحولات در عرصه دیپلماسی خارجی این کشور سالیان منظوی شده در جهان با دیدار اولاند اولاند فرانسوی با برادران کاس رو در هاوانا فرانسا اولاند رئیس جمهور فرانسه در جریان سفری تاریخی به هاوانا با فیدل کاسترو رهبر انقلابی 1959 کوبا و راول کاسترو رئیس جمهور این کشور دیدار کرده است آقای اولان در این سفر خواستار پایان چند دهه تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کوبا شد او گفت که این تحریم ها به شدت به توسعه این جزیره آسیب زده است آقای اولاند اولین رئیس جمهور فرانسه از سال 1898 است که از کوبا بازدید می کند و در واقع اولین رهبر غربی است که از دهه 1980 تا کنون به این کشور می رود. به گفته لاور بروتون خبرنگار لیبراسیون آقای فرانسا اولان و فیدل کاسترو برای یک ساعت صحبت کردند. آقای اولان پس از دیدارش با فیدل کاس رو به این خبرنگار گفت من روبروی مردی ایستاده بودم که تاریخ ساخته او بعدا با برادر فیدل یعنی راول دیدار کرد آقای اولان پیشتر نیز در روز دوشنبه در دانشگاه هاوانا گفت که فرانسه نهایت تلاشش را برای اطمینان از لغو تدابیری که ضربه خیلی بدی به توسعه کوبا زده به کار خواهد گرفت ایشان به تحریم‌های تجاری آمریکا نیز اشاره داشت که علی رغم بهبودی روابط آمریکا و کوبا در ماه‌های اخیر همچنان برقرار است بهبود روابط دیپلماتیک کوبا و آمریکا در ماه دسامبر اعلام شد آقای اولان طرحهایی را برای دوبرابر کردن شمار بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان کوبایی در فرانسه به عنوان بخشی از افزایش همکاری های آکادمیک و علمی میان دو کشور اعلام کرد. اولین کاری که روز دوشنبه در دستور کار سفر آقای اولان بود، اعطای بالاترین نشان افتخار فرانسه به سرپرست کلیسای کاتولیک کوبا، کاردینال جیمی اورتگا بود. کلیسای کاتولیک کوبا به عنوان میانجی بین ناراضیان و دولت کمونیست عمل کرده است. ادامه میدهیم با چند رویداد کوتاه دیگر با موضوع تصویب قطنامه جدید از سوی سنای آمریکا برای آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی در زندان سنای آمریکا روز دوشنبه قطنامه را تصویب کرده است که از دولت ایران میخواهد فوراً سه آمریکایی تحت بازداشت در این کشور را آزاد کند و به یافتن نفر چهارم نیز کمک کند این قطنامه که با 90 رأی مثبت سناتورهای حاضر بدون مخالف تصویب شد از ایران خواست سعید آبیدینی امیر حکمتی و جیسون رضاییان را آزاد کند همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران در این طرح و قطنامه خواسته شد برای یافتن رابرت لوینسون مأمور سابق اف بی آی و بازگرداندن او به با آمریکا با دولت آمریکا همکاری کند این قطنامه از کاخ سفید میخواهد همه ابزارهای ممکن برای بازگرداندن این آمریکایی ها را به گیرد میچ مکائل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا آمریکا می گفت امیدوار است قطنامه حامل پیامی قوی برای رهبران ایران باشد سناتور دموکرات بن کاردن هم گفت که از دولت ایران می خواهد کار درست را انجام دهد و فورا این شهروندان را آزاد کند و آنها را در اسرع وقت به خانواده هایشان برگرداند این نامه را جیمز ریش سناتور جمهوری خواه معرفی کرده بود او استدلال کرد که این چهار نفر باید پیش از امضای نامه جامعه اتمی با ایران به آمریکا بازگردانده شوند که پیش شرط تازه و عجیبی در عرصه مذاکرات اتمی به نظر می رسد. و اما همزمان در سوی دیگر در تازه ترین خبر دریافتی گزارش شد که مأمور سابق سیا برای درز دادن برخی از اطلاعات ایران سه سال و نیم حبس گرفت یک مأمور سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که در ماه ژانویه به خاطر درز دادن جزئیات یک برنامه محرمانه خرابکاری در برنامه اتمی ایران به یک خبرنگار نیویورک تایمز محکوم شده بود به سه سال و نیم حبس قطعی محکوم شده است هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در شهر الکساندریای ویرجینیا در ماه ژانویه جفری استرلینگ را در نه مورد از ده اتهام گناهکار شناخته بود و او می توانست به 20 سال زندان محکوم شود او همواره این اتهامات را رد می کرد جفری استرلینگ 47 ساله اصلا در سال 2010 متهم شده بود آن اطلاعات را در اختیار جیمز ریزن خبرنگار نیویورک تایمز قرار داده است در جریان محاکمه او شماری از ماموران CIA و همچنین خانم کاندولیز رایس وزیر سابق خارجه آمریکا در دوره ریاست جمهوری جورج بوش شهادت دادند خانم رایس در جریان محاکمه طرحهای CIA برای مختل کردن برنامه اتمی ایران را یکی از محرمانه ترین برنامه ها در دولت توصیف کرد خب خبرها بسیار زیاد هست اما زمان کافی برای مرور همه اخبار تنظیمی نیست و بایستی کاوش و جستاری هم بر روزنامه های منتشره در تهران داشته باشیم که به رو روال معمول هر شب ما با برخی از روزنامه ها در خدمت شما خواهیم بود عمده روزنامه های امروز تهران آمیزه از موضوعات مختلف از جمله سه عنصر اساسی سیاست و هنر و اقتصاد صفحه بندی شده بودند و بر صدر صفحه حضور داشت از جمله روزنامه اعتماد حضور فعاد معصوم رئیس جمهور عراق را بر صدر صفحه نشان و در این استقبال رسانه ای جای مام جلال طالبانی را نیز سبز نگه داشت تا جایی که در رو تیتر حتی با ذکر نام اشاره می کند که یار دیرین مام جلال در تهران این روزنامه نزدیک به طیف تحول خواهان علا رقم حجمه همه جانبه گروه های تند نزدیک به نهادهای رهبری ایران به استاد یکتای آواز ایران استاد شجریان با درج تصویری از محمد رضا شجریان هنرمند نامی ایران که دیریست مغزوب نظام فقهاست، هاست همراه با هوشنگ ابتهاج شاعر گرانسنگ همهنگام یا معاصر ایران منتشر کرده بود و از شعر ناب و صدای ناب در یک قاب می روزنامه قانون اما تجمع جمعی از سهامداران را جلوی بورس تهران موضوع اصلی خود برگزید و با اشاره به تجمع زیان دیدگان از اوقا تلخی مقابل بورس خبر میداد. ادامه با روزنامه دیگر روزنامه ای ابتکار با سه مطلب اصلی صفحه بندی شد از جمله هشدار وزیر کشور کابینه روحانی از احتمال تغییر برخی از استانداران ناتوان و یا بعضا ناهمسو با سیاست های موسوم به اعتدال از آن به عنوان در واقع پایان توازن جناهی یاد می کرد که می تواند آغاز یک تعادل سیاسی باشد این روزنامه همچنین از احتمال تغییر کاربری زندان معروف خاورمیانه یعنی زندان اوین به بوستان شهری اشاره میکرد که پس از زندان همیس جمشیدی و لاله حالا اوین نوبتشه روزنامه کائنات و برخی دیگر از روزنامه های همسو انتقاد سخنگوی وزارت خارجه ایران را از سفر بدون اجازه نخواست وزیر ترکیه همراه با فرمانده ارتش این کشور بر مزار شاه سلیمان در عمق خاک سوریه را موضوع اصلی برگزید و از آن به عنوان گام خ... که ترکیه یاد میکرد روزنامه آرمان نزدیک به طیفی از مردان کارگزار هاشمی رفسنجانی با مطالب نسبتاً بسیار متنوع سیاسی داخلی راهی پیشخان نشریات و روزنامه های شهر شده بود از جمله گفتگوی ویژه انجام داد با محسن هاشمی و از نفتی نبودن دانشگاه آزاد سخن می گفت این فرزند رفسنجانی در دفاع از پدرش که این روزها مورد حجوم همه جانبه و نقد هاست می که پدرم دوست دارد توسعه کشور متناسب با شعن مردم باشد آرمان در ستون دوم شماره امروز خود از طرح عبور از روحانی پرده برمی داشت و با ابراز حیرت از این عمل زود هنگام برخی از سیاسیون از طیف اصلاح طلبان معتقد بود که در واقع اشتباهی است بزرگ برای اصلاح طلبان که بسان سال 84 مجددا در حال تکرار شدن است موضوع دیدار اولان با برادران کاسترو البته بدون ذکر این واقعه مشخص با ترسیم کارو... کاریکاتوری موضوع اصلی روزنامه شرق بود روزنامه شرق با درجه تصویری کاریکاتوری از فیدل کاسترو در حالی که با لباس نظامی و انقلابی گریست برگ کوبایی بردهان دارد از رفیق نابابی میگوید که اشاره داشت به افشاگری یار دیرینه فیدل کاسرو رهبر انقلابی کوبا روزنامه شرق در بخشی از گزارش خبری خود به انتشار کتابی اشاره می کند که تصورات و داستان دلاوری های رهبران کوبا را تا حدودی وارونه جلوه میداد. داد. حسب گزارش روزنامه شرق خوان رینالدو سانچز بادیگارد شخصی کاسترو به شرح تصویری متفاوت از رهبر سابق کوبا می پرداخت. او می گوید 17 سال از یاران نزدیک کاسرو بوده تا اینکه با درک درویی او به آمریکا میگریزد روزنامه دیلی میل نیز در گزارشی در این مورد اشاره میکرد و مینوشت که کاسترو خود رو مردی نشان میداد که چشمی به ثروت و مالندوزی ندارد و در دام این چیزها نخواهد افتاد اما واقعیت کمی متفاوت است فیدر کاسترو رهبر کمونیست کوبا زندگی مجلل و میلیون ها دلار سرمایه داشت بادیگاردش از جمله میگوید فیدل خیلی پولدار بود و حتی یک جزیره خصوصی به نامش داشت سانچز در کتابش که زندگی دوگانه فیدل کاسترو نام دارد روایت می کند چگونه کاسترو پس از حمله ناکام موسوم به خلیج خوکا در سال 1961 زمانی که سازمان CIA آمریکا در حال آموزش تبعیدی ها برای سرنگونی دولت کوبا بود برای ایمنی خود این جزیره پنهان را کشف کرد و در آن مستقر شد که گویا داستان دوگانگی ها و تغییرات و وارونگی ها در رهبران و مردان موسوم به انقلابی امری تا حدودی متعارف است در همه جای جهان از جمله در شرح حال آیت الله علی خامنی نیز به دفعات شنیدیم از رهبران انقلابی سال 57 که ایشان میل به ادبیات و موسیقی در آن ف... ایشان وجود داشت که همینک برای رقابت در چرخه فقه های همتراز بر همه نشان فرهنگ و ادب و شعر و موسیقی مستقل می شورد و یا آن را مغایر با به منویات دینی خیش می انگارد. و با این گزارش از روزنامه شرق وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و ورق تازه ای از دفتر صفحه یک با مروری بر روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود